گزارش فوق‌العاده مهم و فوری همین اکنون از اندراب ها. به نام خداوند بخشاینده مهربان به سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. عبدالرؤوف شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: بعد تو بر فراز هندوکش آفتابی نیست، از بلندی ها و آن بالا نشینان باز تابی نیست. جنرال خیر محمد اندرابی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان که تا آخرین نفس در برابر طالبان جنگید و صلاح خود را بر زمین نگذاشت. این در حالی است که حادثه ترافیکی در سه ولایت جان سه نفر را گرفت. در پی وقوعی سه حادثه ترافیکی در ولایت های میدان وردک، بغلان و ننگرهار سه نفر به شمول یک زن و یک کودک جان باختند. در مسیر شاهرای کابل قندهار در ولسوالی نرخ و ولایت میدان وردک یک موتر سوار نوع سرایچه با یک موتر فلدر تصادف کرده که در نتیجه یک زن جان باخته است و چهار نفر دیگر به شمول یک زن زخم برداشتند. دفتر والی طالبان در میدان وردک امروز یکشنبه 14 جوزا از وقوع این حادثه خبر داده است. در حادثه دیگر در بغلان پیش از چاشت امروز در ساحه للمه از مربوطات سالنگ شمالی در شهرهای کابل پلخمری نیز یک نوع موتر فلدر یک کودک خردسال را زیر گرفته است. با گفته یک منبع محلی این کودک پس از انتقال به شفاخانه ولایتی بغلان جان باخته است. در حادثه سومی در ولسوالی اچین ننگرهار یک عضو ارشد طالبان بر اثر تصادف با یک موتر سوار جان خود را از دست داده است. این عضو طالبان مولوی اسماعیل نام داشته و عامل عقیدتی این گروه در ولسوالی اسپینغر ننگرهار بوده است. گفته شده اسماعیل هنگامی که با موتورسیکل از ولسوالی غنیخیل به سمت ولسوالی اچین در حرکت بود، در مربوطات اچین با یک موتر سوزوکی تصادف کرده است. یک مسئول محلی طالبان گفته است که اسماعیل ابتدا به شدت زخمی شده و بعدا بر اثر جراحات وارده در شفاخانه جان باخته است. با گفته وی تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و بعد مشخص خواهد شد که این حادثه عمدی بوده یا سهواً اتفاق افتاده است. حادثه های ترافیکی در کشور به شدت افزایش یافته است. روزانه چندین رویداد از ولایت ها گزارش می شود. در اغلب موارد بی احتیاطی رانندگان، کم عرض بودن جاده ها و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل عمده این حادثات دانسته می شود. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین.